اولین کافی شاپی است که در حومه شهر غزنی توسط یک بانو ایجاد شده و یکی از هدفها فراهمسازی جا برای زنان است تا در یک فضای مناسب بتوانند کنار هم غذا بخورند، چای، جوس، قهوه بنوشند و یا همزاد روزشان را جشن بگیرند. نبود جایی مثل این را در شهری که تمامی چیزها مردانه ساخته شده خالی احساس نموده و با هزینه کردن نزدیک به 4000 دلار آن را ساخته. جایی برای خانوما نبود. تو کارمندش خانم باشه و خانوما دمونش راحت باشه. ما خیلی دچار مشکل میشدیم وقتی ما رفتیم. نمیتونستیم راحت باشیم، نمیتونستیم برنامه خیش را کنیم. ولی در این چی که خانوما میگه خیلی راحت میتونه برنامه خیش را کنه. هتل های عمومی در غزنی بیشتر توسط مردان اداره میشود و اکثر مشتری ها هم مسافرین و راننده های وسایط هستند. حالا انتظار می رود کافه زرین مکانی برای گفتگوهای زنان و فرهنگ آن باشد. در روزای عید آمده بودم، چون از تاسیس زیاد وقت نشده دیگه، از وقتی تاسیس شده بر شما از وقتی تاسیس شده همیشه میایم خلاصه. کسانی که اینجا مراجعه کردن به این نظر هستند که ایجاد چنین مکانها در شهری که فضای آن مملو از جنگ و افرادگرایی است تغییر کلانی حساب می شود. شاید بعضی کسا جایی نداشته باشه که سالگره را ایجاد کنه یا برنامه های دیگه از او خاطر دیگه، اما این برنامه چی که از ثقافه کسا خیلی خوب است به خاطر دخترها. تا حالا بیشتر دختران جوان و دانشجو در این کافه حضور می یابند و با راه اندازی برنامه های مختلف کنار هم میشینن و وقت را سپری میکنند. محمد آصف حسینی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.